درود بر شما به تحول امشب خوش آمدید. قرار است که فردا هیئت‌های مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طرف طالبان مذاکرات خود را از سر بگیرند و روی پیشنهادهای دو طرف بیشتر صحبت کنند تا مواردی که نیاز است را در آجندا بگنجانند. اما پرسش‌های زیاد اینجا مطرح است. اول اینکه قیمت صلح در این دور چه خواهد بود؟ یا صلحی که قرار است به افغانستان بیاید با چه قیمتی خواهد بود؟ حکومت افغانستان که بار بار بر طبل نفی حکومت موقت زده روان هست، آیا همچنان جمهوریت مستدام خواهد ماند؟ اگر جمهوریت باقی بماند با چه مؤلفه هایی؟ آیا همانند حاضر این دستاوردهای 18 سال اخیر ادامه خواهد داشت؟ یا خیر، محدودیت هایی هم قرار است که نصیب این دستاوردها یا این مؤلفه های دموکراسی از جمله آزادی بیان، حقوق زنان و سایر مواردی که بیشتر از مؤلفه های دموکراسی خوانده میشه محدودیت بر این وضع خواهد شد. در کنار این، حالا طرف ها هم چهره های نزدیک به سپیدار یا شورای عالی مصالحه ملی هم تمایل به اداره موقت نشان داده روان هستند. از جمله عطا محمد نور از متحدان قبلی رئیس جمهور هم حالا ذهنیت موقت خواهی یا اداره موقت را پیدا کرده. پرسش اینجا مطرح میشه که اگر همچنان تمایل به اداره موقت باشه، چقدر میتونه تیم جمهوریت ایستادگی کنه در برابر این نظام یا در برابر حفاظت از نوعیت جمهوریت در برابر طالبان؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد با جنابان طارق فرهودی و دکتر احمد داور نادی از آمریکا و جناب فرهادی هم از سوئیس وصل هستند. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. جناب فرهادی، اگه بحث با شما آغاز کنم، دومین دور مذاکرات که فردا آغاز خواهد شد، آنچه که گفته شده، فکر میکنین که چقدر بتانه به میزان امیدواری شهروندان کشور بر آمدن صلح بیفزایه؟ سلام و احترام به شما آقای آریان و به آقای نادی و آقای و بینندگان عزیز ما. از فردا باید انتظار زیاد نداشته باشیم، به دلیل از این که این هیئتی که به دوحه رفته زیادتر بر از این رفته که حضور خود در اونجا حاضری امضا کنه، چون این مذاکرات به اساس فشار همکاران بین‌المللی حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی طالبان است، که یعنی رشته مذاکرات باید خطا نخوره. اما این که در مذاکرات پیشرفت میشه، یعنی این را یک دقیقه بعد براتون میگم که چی به کار است. اما رفتن از اینا به اونجا، یک رفتن حضوری، صلاحیتشان از پیشتر زیادتر نشده، وحدتشان از بیشتر که زیادتر نشده، بعضی شکست و ریخت پیدا شده که دو گروپ شدن، شما دیدین در این 20 روز گذشته. و ایست که رئیس جمهور هم همیشه وقتی که دیدشان گفتن که شما از چوکات قانون اساسی خارج شده نمیتونید، در حالی که خود قانون اساسی یک مسئله است که طالبان او را از روی میز مذاکره داره. افغانستان اصلا به یک حکومت ائتلافی ضرورت داره. انتخالی را یک طرف وانیم به یک دقیقه و بگذارین که من ائتلافی را برتان عرض کنم. یعنی ما ضرورت داریم که اگر بتانیم که طالبان جلب کنیم، یک تعداد از رهبران طالبان جلب کنیم و یک قسمت قدرت بر از اونا پیشنهاد کنیم، و این سبب میشه که اینا در داخل بیاین و از داخل باز باقی مذاکرات روی پایه های نظام و شکل نظام و پارلمان و شورا و این چیزا از داخل شود، با یک فضایی که یک تعداد از اینا داخل باشن، یک قسمت قدرت از اینا باشه، و در اون صورت جنگ میتونه که تا حد زیاد استاد شود. و او چی رقم استاد میشه که او هم مثل امریکای آواره، ما باید از کمرای طالبا یک قرارداد داشته باشیم که زونهای را اولویت بتیم که در اون زونها نه حکومت سر طالبا حمله میکنه و نه طالب سر حکومت. یعنی همو تیوری که امریکایی‌ها برای خود داشتن که امرای طالبا یک چیز را امضا کردن که سرشان حمله نشه، حکومت افغانستان هم باید در قدم اول این زونها را امرایشان
امضا کنند. مشکل بزرگی است که طالبان رهبریت شخص آقای رئیس جمهور نمیپذیرند. پس سوال اینجاست، این که رهبری حکومت افغانستان یا آقای اشرف غنی را نمیپذیرند، خب این تیم هم یا حکومت افغانستان هم تاکید به جمهوریت داره، اینا هم به قول از فیل مست خود پایین نمیشن، او طرف هم نمیشه، پس چی جریان داره اینجا و به کجا می انجام کار؟ خب این مذاکرچی ها که هستن قسمی که عرض کردیم صلاحیت ندارن، در 90 روز کنجه رفته بودن، نشان دادن که مهارتشان در گذر وقت است و در گذر زمان است، در چیز دیگری نیست. از هر دو طرف طالبان هم و دلایل مختلف اینا منتظر بودن که انتخابات امریکا چطور میشه. حال امریکا هم معلوم شد که همین قرارداد با طالبان تایید میکنه و میخواد که این موضوع صلح پیش بره و می روند که از پس شورای عالی مصالحه و اصلا تصامیم در افغانستان است، در کابل است، شورای عالی مصالحه باید است که تصمیم بگیره که برند به شخص رئیس جمهور و برش بگوین که صادقانه برات میگیم که خودت باید برای خود یک مصروفیت دیگه پیدا کنی و نبود خودت سبب میشه که ما یک معاوضه مفید بکنیم برای افغانستان که خودت نباشی یا طالبان بین و جنگ ختم شوه و ما بتانیم که مذاکرات سر موضوعات مهم با طالبان در خود افغانستان بدون صحبتهای آقای غنی را شنیدین دیروز، آنچه را که در ننگرهار بیان کردن، اینا میخواین به صورت صلح‌آمیز انتقال بتن قدرته، نه به ای که حکومت موقت بیه یا حکومت ائتلافی که شما پیشنهاد میکنین و یا هر نوع حکومت دیگه، جمهوریت همچنان بمانه و حکومت بگونه بایدش انتقال داده شد تا اینکه تکرار نشه تاریخ در افغانستان. این یکی از صحبتهایشان است. بله، من طرفدار این صحبتشان بودم، در صورتی که در افغانستان یک آرامی و استقرار می بود، یک چیز عادی بود که باید که یک رئیس جمهور 5 سال یا هر چیزی که هست پوره کنم. منتها مشکلی است که افغانستان در یک حالت اضطراری و بسر میبره. قوای خارجی در حال برآمدن هستند، همسایگان و خود خارجی ها بسیار پریشان هستند که در ضرب الاجل مایمه یا چند ماه بعد از می وقتی که اینا میبرین، یک جنگ خانمانسوز داخلی در افغانستان امکان داره که شروع شود. به او خاطر است که نظر به وضع اضطراری باید است که یک انتقال قدرت صورت بگیره. ممنون جناب نادی، خوش آمدین. شما بی باور هستین به نشست فردا یا انتظاری ندارین از نشست فردایی که بتونه حداقل روند صلح افغانستان را به گونه‌ای بایدش ترسیم کنه، چارچوبش را، و برن به طرف آوردن صلح به کشور؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما افغانستان. خدمت باید درس کنم که فقط 3 را وجود داره که در افغانستان میتونه صلح بیاید. رای اولی هست که یکی از دو طرف باید بر دیگه طرف غلبه حاصل کنن که از امکان دور است و فعلا طال میدانیم که به همین دلیل جنگ در افغانستان بین دو طرف، بین دولت جمهوری افغانستان و همچنان طالبان به بنبست کشانیده شده، به این معنا است که یکی بر دیگه غلبه پیدا کرده نمیتونه. راه دومش این است که یک طرف کاملا داوطلبانه تسلیم طرف دیگه شود و میدان اعلام کنن برای رقیب سیاسی خود تا اونا قدرت در دست خود بگیرن و مسائل پیش برن و اصلاح تامین شود. رای سیوم رای منطقی است، رای سازش است، رای اونمون ارمشی است که باید از این طرف از منطق کار بگیرن، از دلسوزی و محبت کار بگیرن به مردم افغانستان و همچنان از استقلالیت سیاسی کار بگیرن و بتانن تصمیم این مشکل جنگی که از بیرون بالای افغان ها تحمیل شدن این افغانی بسازن و بالاخره به حل و فصل برسن تا صلح در افغانستان تامین شود. پس مورد اول و دومتان که نفی میشه اینجا جای پا نداره، مورد سومتان هم بحث سازش که او هم باید منطقی باشه، همین بحث منطقش خیلی مهم است. کار چقدر منطقی پیش رفته روان است؟ بسیار خوب. من زیادتر معتقد به این هستم که اگر واقعا در افغانستان صلح طالبان واقعا بخواهند که صلح بکنن، میتونن از طریق منطقی و از طریق باز هم میگم که دلسوزی به مردم افغانستان و تسلیم شدن به خواست اکثریت مردم افغانستان میتونن که با دولت سازش کنن. به این معنی است که اونا باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرن، داخل نظام شوند و بالاخره بعد از مدت 3-4 سال با حفظ احترام به قانون اساسی افغانستان
در پروسه های انتخابات سهم بگیرند و از طرف مردم افغانستان رای بگیرند و حاکمیت به دست بگیرند. دولت فعلی افغانستان هیچ مشکلی با این مسئله ندارد. جناب نادی، مشکل همینجاست. اگر طالب قانون اساسی افغانستان را میپذیرفت، این همه جنگ و این همه دغدغه و این همه سر و صداهایی که تا اینجا کشید و هزاران تن کشته شد زیر نام این و آن، چرا ادامه میافت؟ اما سوال من اینجاست، خب طالب پس چه کردن میتونه؟ نمیپذیره قانون اساسی افغانستان را، میگه تعدیل شود، در کنارش حکومت را هم به قول اسلامی میگه بیایه. فکر میکنین کدام را خواد عملی شد؟ بازم خدمتتان میگم که او رایی را که طالبان میخواین معنیش همو است که باید دولت افغانستان تسلیم طالبا شد و ای هیچ امکان نداره. در افغانستان سازش چی؟ بله سازش میشه، سازش همونطور که خدمتتان عرض کردم، سازش همی هست که طالبان بتانن به حیث یک نیروی سیاسی مقتدر در داخل افغانستان به صورت مسالمت آمیز حضور خود را بیان کنن و همچنان در پروسه های سیاسی افغانستان سهم بگیرن و مدت 4 سال بعد در انتخابات 2024 مقابل مردم ایستاد شدن و از مردم رأی مشروعیت گرفته بالای مردم حاکمیت کنند. در غیر از اون، اونا همونطور که تحول ادعا کردن، دولت افغانستان رو میخوایم تسلیم شون. نقض قانون اساسی افغانستان، استمهلال دولت افغانستان و یایی که ایجاد دولت موقت، همه به معنای تسلیم شدن دولت و مشروعیت دولت، از بین رفتن مشروعیت دولت و تسلیم شدن به طالبا هست. و هیچ امکان نداره. دولت افغانستان تا جایی که من میفهمم مقاومت میکنه، هیچ امکان نداره که تسلیم طالبا شود. یا طالبا جمهوریت را میپذیرن و داخل پروسه سیاسی میشن مانند دیگر نیروهای سیاسی، یا اینکه جنگ متاسفانه ادامه پیدا میکنه. همونطور که میکنین که این چقدر عملی بوده میتونه. بحث اصلی اینجا از جناب نادی، نظام ها اکثرا که از هم پاشیدن بیشتر از درونشان یا امو هسته ها شاریده، وقتی که هسته ها بشاره یا امو افراد کلیدی اطراف یک حکومت یا نظام بیاین به شکل دید دیگه پیدا کنن، این نمیتونن نگران کننده باشه؟ حالا کسانی در سپیدار یا شورای عالی مصالحه ملی دیدشان این است که فرق نمیکنه چه نوع نظام میایه، اما صلح بیایه. کسانی هستن که قبلا نامی آقای غنی بودن، حالا میگن خب مشکل نیست حکومت موقت بیایه. خب ببینین، یکی از طرحهایی را که طالبان بسیار سرش اصرار میکردن همین بود که وقتی هیئت را میسازین برای مذاکره، هیئت هم شمول باشه که در او تعدادی از اعضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل باشن، باقی دیگه سیاستمدارا و دیگه اعضا و دیگه تنظیم ها و نیروهای سیاسی که مورد پسند از اونها هم بوده، اونا به اسلام میخواستن تعیین کنن که هیئت مذاکره کننده از طرف دولت افغانستان کی باشد. با او تا اندازه موفق هم شدن. تعدادی را در این گروه ما میبینیم که اصلا هیچ نقشه در مورد ازی که در آینده فیصله صلح بین طالبان و دولت افغانستان چگونه صورت میگیرن، هیچ نقش بالای از او ندارن، ولی در وجه حضور دارن. اینا با این خاطر نمی کار کرده بودن که میتونستن در بینشان سربازگیری کنن و امروز ما فکر میکنم تا اندازه موفق شدن چند نفری را طرفدار عمو طرح دولت موقت خود بسازن که عبارت از تسلیم شدن دولت به طالبان است. با یک ولی یک مسئله شما بگوید که این مردم در هیچ این افراد هیچ نقشی در مورد ازی که در آینده افغانستان با طالبان چگونه برخورد خواهد شد ندارند. اینا هیئت مذاکره کننده هستند، تعیین سرنوشت مملکت به دست از اینا نیست. اینا فقط تحت اداره ریاست و هدایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در رأس رئیس جمهور افغانستان است میتونن مذاکرات را پیش برن. هر فیصله که در افغانستان میشه مبنی بر اینکه چگونه باید صلح بیاید یا نبیاید، او بالاخره باید یا از پارلمان افغانستان یا از لای جرگه افغانستان بالاخره از امضای رئیس جمهور باید. پس اینجا شورای عالی مصالحه ملی چی کاره خواهد بود؟ یک دوم اینکه تأکیدی که از طرف کشورهای جهان شد، از جمله عامیان استراتژیک افغانستان یا عامیان راهبردی افغانستان، از جمله آمریکا، که مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی داره، اینا پس برباد هوا خواهد ماند؟ نه خیر، شورای عالی مصالحه ملی فقط یک سازمانی هست، یک ارگانی هست در داخل افغانستان که فعلا به صورت فراقانونی در واقعیت ایجاد شده تا مسائل صلح را مطرح کنه، پیش بره و مورد مذاکره قرار بده. ولی به این معنای یک انتیتی یا یک واحد سیاسی مستقل نیست که تعیین سرنوشت مردم افغانستان به اختیار از او باشه. هیچ امکان نداره. صاحب، من مطمئن هستم موضوع افغانستان یا آنچه که جریان داره در افغانستان را شما خیلی خوب دنبال میکنین. اینجا یک توافقنامه امضا شده میان طرف ها و به اساس همین هم پیش رفته روان هستن. وزیرا اینجا تقسیم شد، ریاست ها تقسیم شد،
حالا اعضای شورا تقسیم شد و ده ها مورد دیگه. دو سند هم آمده که شورای عالی مصالحه ملی یعنی کی و یعنی چی. خب هرچند ملاحظات دربارشان وجود داره که حتی نتونستن تشکیل خود دشت ما اینا تکمیل کنن، هنوز هم تشکیلشان تکمیل نشده. اما سوال اساسی، اگر شورا کار را پیش نبره، ارگ همچنان به قول شما صلاحیت این را داشته باشه، فکر میکنین که نتیجه باید را خواهد داد؟ کوتا ما یک چیز باید متوجه باشین و اوی است که باز هم میگم شورای عالی مصالحه ملی یک ارگانی هست که برای پیشبرد مذاکرات، طرح مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و بالاخره فیصله هایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان برش داده میشه یا هدایاتی که برش داده میشه روی از او عمل کنند. یک سازمان یا یک دولت مستقل یا موازی در افغانستان وجود نداره که ما بگیم شورای عالی مصالحه ملی صاحب از او صلاحیت ها هست و این حق داره به اساس کدام موافقه ای که با ارک نموده و میتونه فیصله نهایی را اونا تصمیم بگیرن. نه، هرگز نه. دولت افغانستان یکی هست و او عبارت از جمهوری اسلامی افغانستان است، به اساس قانون اساسی افغانستان عمل میکنه و به مو دلیل بود که رئیس جمهور در جلال آباد همچنان ذکر کردن که هیچ حرکتی نمیتونه خارج از چوکات قانون اساسی افغانستان صورت بگیره. و این ما هم طرفدار کسانی که در سفیدار هستن میفهمن، هم مردم افغانستان باید بفهمن که در افغانستان یک صلاحیت حقوقی و قانونی وجود داره که در مورد تعیین سرنوشت با طالبان مذاکره با طالبان تصمیم میگیره و او دولت افغانستان است. ممنون جناب فرادی. آنچه را که برداشت کرده این از صحبت های جناب رادی چی بوده میتونه؟ حکومت موقت اینجا نفی است به اساس صحبت های ایشان و یا منتفی هست، در کنارش حکومت ائتلافی را که شما مطرح میسازین، پس بر این اساس دیگه اصلا جای پای نداره. فکر میکنین که کار همچنان ادامه خواهد داشت روی جمهوریت؟ ما به این نظر هستم که حکومت ائتلافی یک چیزی است که ضرورت است در افغانستان و شرکای ملی افغانستان هم ایره ابراز داشتن، همسایگان مهم افغانستان هم ایره ابراز داشتن و چون که در یک حالتی قرار گرفتیم که طالبان آقای اشرف غنی را قبول ندارن، یا ایست که جنگ دوام میکنه به این شکلی که فعلا است، وقتی که آقای اشرف غنی به جلال آباد سفر میکنه تمام شهر بندیز میکنه به خاطر که بتونه که به اونجا چند دقیقه باشه و از راه زمین هم سفر کرده نمیتونه. امروز در قندهار هم از راه زمین سفر کرده نمیتونه، به مزار شریف هم از راه زمین سفر کرده نمیتونه، به جلال آباد هم از راه زمین سفر کرده نمیتونه. در حقیقت یک پرزیدنت، یک رئیس جمهوری است که در یک ترس و رایبه زندگی میکنه و قدرت پی پی اس هم خونه میفهمین که 4500 نفر است و مصرف 3.5 میلیون دلار در یک ماه که میشه تقریبا 70 میلیون. اما بحث ما روی حکومت ائتلافی است که شما پیشنهاد میکنین. حکومت موقت هم جای پا نداره، جمهوریت هم همچنان مستدام خواهد ماند و قانون اساسی افغانستان هم چیزی هست که باید طالبان به او را بپذیرن. بس تعدیل اگه آمد خب میشه رویش ملاحظات داشته باشیم، اما همین درک را از کجا باید کنیم و از کجا باید شود؟ این درک من فکر میکنم که قدرت های خارجی هم برای ما آزده ویسته گفته میرن وقتی که خروجشان نزدیک شده میره و شورای عالی مصالحه هم که فعلا بزرگان هستن که در مابین افغانستان هستن و از ما کرده که از بیرون گپ میزنیم تاثیر کارشان زیادتر است، اونا هم به این نتیجه رسیدن که باید است که امرای رئیس جمهور این موضوعات در میان نیست. به گفته آقای نادی نظریات از اونا برای خودشان باشن؟ نه خب اینا خب نظریات اونا هم به اساس یک مطالعه شده و دیدی دارن، مطمئنن تفاهم نامه را خواندن، پس به این اساس بوده. در افغانستان 34 میلیون نفر از هر کس یک دیده داره، خب هر دیده که قابل اجرا باشه او بخیالیم که در آخر اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی که حقیقت این همی است که صلح ما از راه یک حکومت ائتلافی میگذره با طالبا دیگه رقمی نیست. ناتو همیره تصمیم گرفته، امریکا همیره دریافت کرده و اینا استخباراتی دارن، احوالی دارن و همسایه های مهم افغانستان هم سرزمین اصرار میکنن. اناله ای یک حالت ایدئال نیست، ما هم قبول دارم و طالبان جنایت هایی کردن در حق مردم افغانستان در سابق، در دهه‌ای که تمام حکومت گرفتن و در این 20 سال گذشته، اما جنگ باید ختم شود و مشکل در این است که امروز این حکومت فعلی
که ما نامش جمهوریت اسلامی افغانستان ماندیم، یک حکومت خودکامه شده و به طرف یک حکومت اوتوریتریان یا دیکتاتوری میره. مثلا از قانون اساسی حرف میزنه اما وزیرهایی داره که رأی پارلمان ندارن. مثلا رئیس بانک مرکزی رأی پارلمان نداره و رئیس جمهور با پول بانک مرکزی مثل اولیگارشی را که شما از او به نحوی سخن میزنین جناب فرهادی، میتونه اینجا پرسش برانگیز باشه. حکومت افغانستان بار بار مشاورانش، من دقیقا دیشب که سخن زدم یا در بحث داشتم، یکی از مشاورانشان گفتن که اینجا قانون حاکم است، اینجا به اساس قانون اساسی افغانستان پیش میریم و طالبان هم میتونن یک بخش از نظام باشه. جناب فرادی هم دقیقا روی همین مسئله تاکید دارن که قانون اساسی در حالی که وجود داره، طالبان هم میتونن یک بخش از این نظام باشن. در غیر از او اینجا همچنان جنگ ادامه خواهد داشت. فراموشان شده که جنگ است در افغانستان و هر روز مردم کشته میشه. از قوای نظامی افغانستان هر روز مسئولین کشته میشه، در شمال، در هلمند، در شرق پیلوتا کشته میشه، کسایی که 4 سال، 5 سال، 7 سال درس خواندن که یک تیاری نظامی را برای افغانستان پیلوتش باشن، اونا کشته میشن و یک افسوس است. سرمایه یک مملکت اشخاصش است، خصوصا کسانی که درس خواندن و اینا، و اینا هر روز زیر حمله طالبان قرار دارن، زیر حمله دیگران قرار دارن. یک حالت تشنج است و ما باید راههایی را پیدا کنیم که حالت تشنج به اختتام برسانیم و مردم خود در وقایع قرار بدهیم و طالبان بتانیم که جلب کنیم در داخل افغانستان که امرایشان مسائل مهم آینده در داخل افغانستان و در یک حالت صلح‌آمیز، با یک حالتی که کسانی که امرایشان مذاکره میکنن صلاحیت داشته باشند در او حالت با امرایشان مذاکره شد. هرچند دیدتان جناب نادی قابل قدر است بر جناب فرهادی، اما فکر نمیکنین که زمان قربانی رسیده تا یکی از طرف ها کنار بیاین؟ خب اینجا شهروندان افغانستان کشته شده روان هستند. جناب فرهادی بار دیگر تاکید میکنن روی حکومت ائتلافی، کاری را که میگه ما در آخر انجام باید بتیم، بهتر است که امور را بیاییم در اول انجام بتیم تا از میزان کشته ها و سایر افراد یا سایر مواردی که پیش میه حداقل جلوگیری کنیم. ما فکر میکنم که باید منتظر شویم که اینا چی مسائل داخل اجندای برای مذاکرات میکنن. یک مسئله است که هنوز تقریبا نامعلوم است، ما نمیفهمیم که طالبان چی میخواهند که واقعا بالای از او تاکید صورت میگیره. آتش بس، اولویت حکومت افغانستان و آخرین مورد از طالبان، این آخر را به اول چگونه بیاریم؟ خب خرد، عقل، منطق، ترحم به مردم و یا تسلیم شدن به خواست مردم حکم میکنه که اول باید آتش بس باشه با وجود بیاید و بعدا اگر میخواین که شامل قدرت شون و یا داخل نظام شون و یا به هر شکلی که میخوان سهیم باشن در تعیین سرنوشت خود مردم افغانستان، او سرش میتونه بس صورت بگیره، موافقت صورت بگیره. این مورد را میخواهیم بار دیگر تکرار کنم. فرض بر این که گفته شود که آتش بس میکنیم اما حکومت موقت بیاید، این چقدر میتونه معقول باشه؟ نه، این معقول نیست، به خاطر از اینکه وقتی دولت موقت به وجود بیارین حاجت دیگه با آتش بس نیست. آتش بس خود به خود باید به وجود بیاید، به خاطر که شما تسلیم شدین برای طالبان یک نیروی زورگوی لجوج و سرتنبه ای که اصلا گفته میدانم که تقریبا افغانی نیستن و کاملا از بیرون رهبری میشن و بالای مردم افغانستان میخوان تحمیل شوند. او هیچ امکان نداره. در افغانستان ما نظام داریم که بر ازو مردم افغانستان، نیروهای مسلح افغانستان، مردم بیگانه افغانستان قربانی دارن، انرژی مصرف کردن، فکر مصرف کردن. این رژیم دکتر سیف اشرف غنی نساخته، این رژیم میراث 20 سال گذشته است که ما بعد از جنگ های بسیار دراز 20 سال قبل به او بالاخره به اون نتیجه رسیدیم و این نظام رو قبول کردیم و ملت افغانستان قبول کرده. با اساس از اون سه بار انتخابات داشتیم. این نظام نمیتونه که تبدیل شه به حساب تسلیم یک گروه سرتنبیه که از طرف بیرون مسلح میشه و دستور میگیره تسلیم از شه و هیچ امکان نداره. گروه سرتنبه بعضی وقتا دردسر خلق میکنن. خب دردسر خواست، ولی ما اگر میخواهیم که مملکت را و کشور را به طرف ثبات سیاسی دائمی ببریم، ما باید با تمام دردسرها، با تمام مشکلاتی که مخالفین مسلح و مخالفین سیاسی در درون دولت ایجاد میکنن، باید باش معامله کنیم. یک رایشمی هست که ما باید با ثبات و با استادگی به خاطر تامین
قانون اساسی در افغانستان کار کنیم و راه دیگه ازی هست اگر جمع کنیم صحبت ها را. نادی صاحب چون وقت تمام هست، این صلح قیمت داره؟ من فکر میکنم هر قیمتی داشته باشه نباید به قیمت قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان. هر قیمتتان میتونه تفسیر پذیر باشه؟ به هیچ وجه در اون صورت نمیتونه تامین ثبات دائمی و یا تامین صلح دائمی در افغانستان بکنه، به معنی تسلیم شدن است و بالاخره ملت باز هم در یک مرحله دیگه 10 سال بعد 20 سال بعد مسلح خواهد شد و مقابل یک دولتی که این نظام به او تسلیم شده باشه بالاخره جنگ دوباره شروع خواهد کرد. ما وقتی که صلح پایدار میگیم به معنی از این است که ما روی تمام دلایل اساسی آغاز، تشدید و تداوم جنگ بحث کنیم، تفاهم کنیم و بالاخره بگوییم که دیگه نمیخوایم به این طرف این دلایل باید همش رفع شه و ما دیگه نمیخوایم که این دلایل دیگه در افغانستان وجود بیاد که بین اقشار مختلف افغانستان چی سیاسی چی غیر سیاسی جنگ صورت بگیره و اگر تسلیم شویم حاجت به هیچ بحثی وجود نداره نیست و هیچ هیئت مذاکره ضرورت نیست، هیچ شورای عالی مصالح ملی ضرورت نداریم، فقط تسلیم میشیم، اصلی خود رو میمونیم، طالبان رو میگیم بفرمایید به این سرنوشت ما رو تعیین کنین، حاجت هیچ وسیله دیگه نیست و دنیا گل گلزار میشه از نظر از اون. ولی ملت افغانستان بعد از 100 سال که یک فرصتی پیدا کرده که یک دولت مدل ایجاد کنه او را از دست میده و قیمتش استبداد سیاسی در افغانستان و بالاخره بی‌عدالتی و بالاخره در آینده جنگ دوباره خواهد بود. ممنون. آخرین حرف از شما فرادی صاحب. باید که انعطاف نشان بدیم و کوشش کنیم که راههایی را پیدا کنیم که در داخل افغانستان واقع بینانه تر هستند و از بیرون افغانستان بحث یک کمک تئوریک بوده میتونه، از او خاطر بهتر است که بگذاریم که شورای عالی مصالحه که حال همگی قبول کردن که اونمو یک ارگانی است که مسائل صلح بحث کنه، بگذاریم که اونا با چی نتایج میرسه. ممنون حضور فرهادی صاحب و جناب نادی، لطف کردین با حضورتان، وقتتان بخیر، تا تحول دیگر. We'll be right back.